بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه فأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والرابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعته له في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
چرا فاطمه فاطمه نامیده شد؟ چرا فاطمه از فتمه، فتم قطعه، فرمود فاطمه فاطمه نامیده شد؟ چون خلق از معرفت او منقطعند، دست عقل را از نیل به مقام منی اشقت کرد. برهانشم اینه، اگر بدن اینه، اگر مایه جسمانی از اعلا علیینه، آیا خمیره روحانی از کجاست؟ اینجا روشن میشه باد بیان خود امام ششم که روح از چی مخلوقه؟ بدن از درخت طوباست، اما روح من نور عدمت الله. اینم مبدع روح، من نور عدمت الله. دیگه اینجا قلم هر نویسنده‌ای میشکنه، بیان هر فقیهی و حکیمی الکنه. بدن از درخت طوبی، روح از نور عظمت خدا. اون وقت دل شب این بدن زیر خاک بره و کنار این بدن رادمرد عالم امکان بگوید ای کاش زنده نبودم و همچه وضعی را نمی دیدم. این واقعه چجور باید احیا بشه؟ در اینجا مهم وظیفه اولاد فاطمه است. این هم قسمت دومه. اولاد فاطمه هر کس که ولد حقیقی است، اولا عنوان ولد عنوانی است که شامل کسانی هم که از ناحیه مادر فاطمی هستند شامل میشه. به حکم قرآن و من ذریته برهان این مطلب، اولاد منحصر به نسلی که از ناحیه پسر نیست، بلکه از ناحیه دختر هم بلده. لذا تمام کسانی که از جهت پدر فاطمی هستند در درجه اولا، تمام کسانی که از ناحیه مادر فاطمی هستند در درجه دوم، باید شام غریبان اون حضرت را که
روز سوم جماد ثانیه شب که شد، امسال مقرره که در تمام شهرها هیئت خاص سادات باید شام غریبان بیرون بیان و وظیفه خودشون را نسبت به مادرشون ادا کنن. اینجا دو تا مطلبه. یک مطلب اینه که شیخ صدوق در عیون روایتی نقل میکنه. مضمون این روایت اینه: نظر به صورت ذریه اون حضرت عبادت، این کلمه از کجا نشأت میگیره؟ نظر به کعبه عبادته، نظر به مصحف عبادته، نظر به صورت عالم عبادته، نظر به صورت یک فاطمی که فقط انتساب به او داره عبادت. بعد سوال شد از امام هشتم، این که نظر عبادته، نظر به ائمه ذریت، بیان امام اینه که این نظر به همه ذریه فاطمه است، یعنی اون سیدی که 14 قرن بعد هم بیاد باد نظر به قیافه او عبادت. این یک روایته. روایت دیگر در اعمالی شیخ صدوقه و اون روایت اینه